چند ماه دنبالشم. دوزو یاقی نیستی، ما آزادی خواهیم. اون دختره کیه داره میدوه؟ بایستا! بایستا! جواب امیر خانو چی بدم؟ فرار کرد. بالاخره گیرت میارم. ای آیلار، اول خیال کردم تیفوسه، اما انگار چیز دیگه. حال جواهر چطوره؟ اون داره آروم آروم عقلش رو از دست میده. میخوام از طبیب سهراب طلاق بگیرم. میترسم میرزا، تنهایی کاری از دستم بر نمیاد. شیخ فضل‌الله نوری، این شیخ کوتابی به جرم مخالفت با دولت مشروطه و برهم زدن نظم عمومی دستگیرش. یاد بیارین که گفتم این مشروطه عمامه از سر من برداشت و از سر دیگرانم برمید. چوبه یه دار عاشق فضل‌الله نوریه، حکم اعدامش اومده. سهراب ولی نفس نمیکشه. زودتر راهی شو آیلار، برو. او سهراب. بله سهراب، منم. محل ثبت طلاق رو مهر کنید. همین؟ به همین سادگی؟ باید پدرتو بفرستی که منو قپونی وردارن بیارن اینجا که طلاقت بدم؟ چی شد اون همه عشق و عاشقی ها؟ چی شد همه اون خاطرات؟ چی شد همه اون؟ چه میدونم؟ من حوصله این بازی ها رو ندارم، طول بکشه میرم، تموم که شد خبرم کنید. ببون پدر، تموم شد. همه چیز تموم شد. جوهر، به میمنت و مبارکی. بله 15 قلم شد. یه مواردی هم زرین خانم نوشته که میخوام همه رو بیاری. این البته واجبه، زودم میخوام، با کیفیت عالی، مقدارشم این دفعه قبل. متوجه شدی؟ پولم از راجو میگیری. به سلامت. خب سهراب جان، هیچی دیگه، باید از اینجا برم میرزا. بری؟ بله. کجا؟ کجا رو دارم که برم غیر از تبریز؟ تو تمام زار و زندگیت اینجاست، با یه نهیب روزگار تبریز شد وطنه. چی بگم میرزا؟ جواهر طلاقشو از من گرفت، ماهگلم که من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. پس ما چی؟ ما رو اصلا نمیبینی؟ جسارت نباشه، شما حق پدری به گردن من داری، اما همونطور که گفتم بیماری لاعلاجی در تبریز شیوع پیدا کرده که حضور من اونجا بیشتر نیازه. جواهر خیلی درد کشیده، تو ازش دور بشی حتما دیوونه میشه. بچهش هم که اونطور رفت. ماهگل بچه منم بود. البته چیزی رو که امروز دیدم فهمیدم جواهر منو دیگه نمیخواد.
ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. میخوام میام تو، برو کنار. گفتن اجازه ندارید بیاد داخل. نمیشه. نمیشه؟ گفتن نمیشه. میگم برو کنار، میخوام بیام تو. گفتن نمیشه، بفهمید. بیا جواهر، حالا دیگه من به تو نامحرمم؟ با تو یه یادگاری از ماه گل میخوام با خودم ببرم. بیا بیرون. حکمن راهی تبریزید. یک پیغام به ستار خان از طرف جواهر دختر رفیع الملک بدید. به ایشون بگید سردار، نه من نه شما. به ایشون بگید این شما بودید که زندگی منو از هم پاچوندین، شوهرمو از من گرفتید. باشه تا یک روز تلافی کنم. به ایشون بگید سردار، تا عمر دارم کینتو به جون خریدم. درباره یادگاری، حکمن خاطرات اون طفلک همیشه به یادتون میاره که باید براش پدری میکردید و نکردید. همین کافیه. به سلامت. شنفتی چادر سیاه پوشیدن، تو تاریکی اینه شبه میشن. بی ارزگی خودتون رو پای چادر به سر بودن دوتا زن نذارید. همین امشب باید پیداشون کنید، اگر نه سیاهی احمدتون فردا اون بالاست. یالا
امیر خان همه جا رو دنبالشون گشتیم، مثل برف آب شدن رفتن زیر زمین. فکر نمی کنم بتونیم پیداشون کنیم. یا پایین برش دار. اطاعت از بالا دستی باعث میشه که عدالت برقرار بشه. پس تو با عدالت مشکل نداری، تو با اجرای عدالت مشکل داری. اگر من شدم رئیس نظمیه تهران و تو یابویی که باید اطاعت کنه، برای اینی که یاد گرفتم کی دهنم باز کنم. پس دفعه آخرت باشه که گالت باز میکنی. دروازه های شهر نگهبان داره، تو همین سه تا محله دارن میچرخن و دنبال یه سوراخ موش میگردن. بگردید پیداشون کنید. نمیتونم. پاشو من کمکت میکنم. نمیتونم. فکر کنم استخون پام شکسته. چکونه خود بذارم جلو افتمون میریم حبس. یکی بعد به هانی خبر بده چی شده. برو خودت میری خبر میدی. مگه نمیبینی رو برمون دیواره؟ مگه نمیتونم با این پاهم بیام؟ امیر خان دمه در دنبالت گیرت بندازه. برو برو. صدای باشون داره میاد. برو بگم جواب نمیدی. پوش برو ببین امیر روشن چیکارت داره. امیر روشن؟ آره. هی گذاشتی یه لقمه غذا ما بخوریم. امیر هوشنگ. بله خانم. اینا رو ببر خانم. بیرون عمارت. چشم خانم. بجم. چشم.
شیون شیون چیه شیون شیون میکنی؟ اومدم دیگه بجون پسر بجون چیه شیون شیون راه انداختی صدات انداختی تو گلود شیون خانم پایین اینا رو بذارم صندوق تزییر زمین آره واسه جزامی هست پدو اینجا بایسته نمیخواد بیایی همینه اینجا چی کار میکنی؟ به خود یادم نمیاد آهان گم شده بودم بعد در زدم در باز نکردین در پشتی باز بود اومدم تو تو کی هستی؟ به خدا دوست نیستم فقط چیز خیلی سرد بود تاریک بود من الان رفع زحمت میکنم اینجا کاروان سراسا هر کی بیاد هر کی بره نه 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 شما دارین اشتباه میکنید به همین راحتی آره عشقال ببخشین اگه اجازه بدین من برم اینطوری درد سرم برای شما ایجاد نمیشه آی 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 اینجا امیر هوشنگ اینجا چه خبره سلام این کیه هوا سرد بوده، در پشتی باز بوده، خانم اومدن دزدی. نه خانمم، دزد نیستم به خدا. بپاش. باشه. هوشنگ، این از طرف سهرابه. حبسش کن، تا بهت بگم. چشم خانم. سلام سلام از کجا میای قفقازی هستی؟ نه از تهران میام اونجا اتاق هست اما خوراک برات نداری اشکال نداره نونم باشه کافیه نان هم خوراک دیگه میگم هیچی پیدا نمیشه قفقازی هم که این روزا لشکر کشیدن دیگه این همه آدم تو یه ذره جا جواب نمیده حالا من چند تا تخم مرغ دارم برات بندازم تو آب نه زحمت میشه شما اومدید تبریز که به ستارخان بپیوندید؟ من کاری ازم برنمیاد. عکاس هستم. از تهران اومدم. اما
چه کاری بهتر از عکس انداختن از آدمای مثل ستار و باقه؟ باید میدونم تا مدت ها بشه لنگشون رو پیدا کرد. سهراب هستم. وارتان هستم. خوشبختم. قسمت باشه صبح با هم دیگه میریم انجمن حقیقت. شما چی؟ شما اهل کجایی؟ قفقاز. من و خواهرم و سفروف اومدیم بریم پیش ستار. خیر باشه. خب میدونین که قفقازی ها این روزا ویلونن به قاعده این کش و باکش سر قفقاز. فکر میکنیم واسه ما جا داشته باشه؟ اگر اهداف شما با اهداف انجمن یکی باشه، برای چی باید فرق بذاره؟ شما میتونید عضو بشید. این جمله‌ای که خود ستارخان گفته. ایلکا، چرا چنبات مزدی تو خودت؟ حوصله ندارم سفر، دست از سرم بردار. بلند شو بریم یه چرخی بزنیم. اینجا امنه، کسی دنبالمون نیست. مگه نشنیدی گفت جایی نریم؟ بسن مگه چه میبینیم؟ ما گرد میکنیم. اینجا رو خوب بگردید. خبر موثق دارم اینجا قیمش کردن. شما حاج اینجا کردن. ساکت ساکت باشید. قلوب نکنید ببینم قضیتون چیه. ایلکا امینوف به جرم خیانت علیه دولت امپراتوری معظم روسیه و توطعه علیه منافع امپراتوری در خاک ایران بازداشت هستی. ببریدش. بیهوش شده. من میرم دنبالش. اسب منو ببر. سفروف چیزش نیست. برام آروم چیزی نیست. شکستگی نداری. کیسه شما اینه؟ ببینم پدر جان. بله بله همینه. شما بفرمایید بشینید یه کمکی به من بکنید. بهتری؟ ببینم زخمو. نامرد خواهرمو برده. شما میدونی کجا بردنش؟ فقط یه مقدار کبودیش میمونه، چیز خاصی نیست. شما این دستمالو بگیر، روی زخمش فشار بده. ببینم این سالداتای روس درباره خیانت حرف میزدن، منظورشون چی بود؟ خواهرم ایلکا یه زمانی با این طرف عرص مراوده میکرد. تبریز. دایمون اهل تبریز بود. بعدم تو جنگ کشته شد. روسا قفقازی ها رو ایرانی نمیدونن. بله. ترکمنچای. تفلیس و عباس آباد. 17 تا شهر قفقاز تو اون معاهده همه رفت. یه قفقازی اگه یه ذره با تبریز مراوده داشته باشه حتما تیر بارونش میکنه. من و ایلکا و سفروف نامزدش شبانه از عرص رد شد. روسای عوضی همه چیمون از همون گرفت. باور کن چاره ای نداشتی. خواهرت حتما لو رفته بود که تا اینجا ردشو زدن. ببینم چرا شما ها رو نبردن؟ ما هیچ وقت مستقیم عملیات نظامی نکردیم. فقط ایلکا تو زمان جنگ به مجاهدین تبریز کمک میکرد. خدا کنه وارتان بفهمه کجا رفت.
بلکه با کشنش. تا سپیده نزده بعد وارد شهر بشیم، بریم پیش ستارخان. ستارخان میدونه چی کار باید بکنیم. خیالت راحت. فکر کنم حالش بهتر شده، ببریمش تو اتاق. شما اینجا دم آتیش خودتو گرم نگهدار. خیلی خوب بلش بارو. امیر هوشنگ، ترسیدم خانم. نگفتم همه ی پرده ها رو بکشید؟ رایت میشه خانم. گفتم یا نگفتم هوشنگ؟ بله خانم بله، اجازه بدین. امیر هوشنگ. بله خانم بله. تفلک دختره حسابی ترسیده بود، فکر کرد میخواییم خفش کنیم. تو دوست داری یه نفر رو خفه کنی؟ من نه یعنی آره، یعنی من یه خیلی ها رو توی خیالم خفه میکنم خانم. یعنی یه سری ها هستن که اعصاب آدم وقتی خورد میکنم میگیرم تو گردنشون رو توی خیالم میشکنم. مثلا همین قربان روزی صد بار تو خیالم من خفه میکنم. هی تو مغزمه، تو مخمه میگیرم خفهش میکنم. چند بار شده؟ ببند دهنه تو هوشنگ. چش خانم. بشو، خانم میخواد ببینته. اسمت چیه؟ خانم ازتون اسمتون رو پرسید. لیلی. اینجا آمده بودی پی چی؟ به خدا دوست نیستم، داشتم فرار میکردم، افتادم تو جوب، از راه به ته باغ سر در آوردم. از چی فرار میکنی؟ از نشنیدم جوابتو. از آدم های آقا جونم، میخواستم به زور شوهرم بدن. به خدا اگه اونجا میموندم یا خودمو میکشتم یا اون مردی کردم. به خیالت من حرفای تو رو باور میکنم؟ رو پیشونی من چیزی نوشته ها؟ امیر هوشنگ. بله خانم. نظمیه چیا رو خبر کن بگو دزد گرفتی. خانم جون تو رو خدا التماستون میکنم خانم جون، نذارین آقا جونم منو پیدا کنه. به خدا خونم گردن شماست خانم جون، تو رو خدا، تو رو خدا. به من دست نزن خانم، بلند شو خودتو جمع و جور کن. اصلا خوشایندم نیست کسی در حضور من از این کارا بکنه. فرض میکنیم که تو راست میگی، ولی اگر یک جای این قصه درز داشته باشه، جواهر میمونه و تو. چش خانم، خیالتون راحت بشه. کجا میخواستی بریم؟ به خدا جایی نداشتم برم خانم جون. اصلا اگه بخواین همینجا میمونم، همه جا رو تمیز میکنم، هر کار بگیم میکنم، فقط تو رو خدا نذارین آقا جونم منو پیدا کنه. امیر هوشنگ. بله خانم. خانم راهنمایی کن دست و روشو بشوره، لباس و اتاق بش بدین. فعلا اینجا میمونه تا راست و دروغ حرفاش معلوم شه. چشم خانم. خدا از بزرگی کمتون نکنه خانم. وای به حالت اگر دست از پا خطا کنی، اون وقت حسابت با کرام الکاتبینه. چشم خانم، خیالتون راحت باشه.
بیرون. هوشنگ. بله خانم. دوای منو بیار، سر درد دارم، میخوام بخوابم. چشم خانم. بجام. ما میتونیم چند از اون بمبای دستساز رو بذاریم اطراف عمارت کنسولگری. اینجوری یه خط آتیش درست میکنیم و بعد یه دفعه. یوسف خان، به همین راحتی نمیشه کنسولگری روس رو بفرستی بره هوا. یعنی میگین باشون صلح کنیم سردار؟ همه اخطار بشر صلح طلبن. پیداست که صلح بهتر از جنگه. اما کدام صلح؟ صلحی که با بدبختی و ذلت عجینه، صلح نیست، خفته. ما با این عقرب دو سر صلحی نداریم، جنگم نداریم، اما اگه تعرض بکنه به سختی جواب میدیم. ما اسلحه داریم، قدرت داریم، میتونیم زمین گیرشون کنیم. قدرت مجاهد به تفنگش نیست، به پشتیبانی مردمه. وقتی مردم پشتیبانت باشن، روس که هیچ. اگر لشکر چین و ماچین هم حمله بکنه، حریف ما نمیشه. اوضاع چطوره سردار؟ از محله ها چه خبر؟ رفته بودم محله خیابان به دیدار سالار. تفنگچی های سالار همه آماده هستن. توی خیابون هم سالدات های روز تردد میکردن، منتظر فرصت بودن. این جناب بی جناب پاخیتانوف هم دائم نامه مینویسه و تهدید میکنه. بهش پاسخ دادم اگر تعرضی بکنید لحظه ای آروم نمی نشینی. پس این توپی که گاه و بیگاه شلیک میکنه چی؟ فقط برای ارعاب مردمه. جاش معلوم نیست، تیر هوایی در میکنن. این تعرض نیست به چشم شما؟ هنوز نه، بالاخره پیداش میکنم از کجا شلیک میکنن. نمیذارن بفهمیم، مدام جاش عوض میکنن. سلام. خوش آمدید. سردار جلسه هستم. تشریف بیارید. لطف کردی. این بنده خدا هم خیلی گرسنه. یه غذای چیزی بهشون بده. بهشون میگم الان باشه. لطف کنید. تشنمون آب هست؟ این بچه ها گرسنه. اگر میشه براشون غذا بیارید. شب سختی رو پشت سر گذاشتن. هم گرسنه هم تشنه. داد نزن عکاس. ابراهیم، این سهرابه؟ بله عموزون. بقیه هم قفقازی هم. فکر کنم اومدم ملحقشم به مجاهدی. بله، بازم از قفقاز نیرو اومده برای الهام. عجب. سهراب، سهراب. سردار، خوش آمدی. خدا خدا میکردم زودتر پیدا بشه. باید زودتر بری سراغ مریضا. ممنون ابراهیم. چند تایشون هم طلب شدن. ابراهیم، بله. تو با آیلار سهراب رو ببرین قرنطینه رو نشونش بده. چشم. حتما. منتها سردار، خواهر این دختر رو سالدات های روس بازداشت کردن به جرم خیانت.
الان هم معلوم نیست کجاست و میخواد با شما صحبت کنه. اسمت چیه دختر؟ نینا. ایلکا امینوف خواهرمه. ایشون هم سفروف نامزدشه. سردار خواهش میکنم کمک کنیم، مگر نه روسا خواهرمو میکشن. شما قفقازی هستید نه؟ بله. طبق معاهده ترکمانچای تبعی روس به حساب میاید. اونا در واقع تبعی روس رو دستگیر کردن. نه ما و نه دولت ایران نمیتونن به کنسولگری روس اعتراض کنن. وارتان دیشب رد سالاتا رو زده بردنش کنسولگری روس. وارتان هستم، از ارامنه تهران. خوش آمدی وارتان. عکاسم. آرزو داشتم از نزدیک سردار مشروطیت رو ببینم و به یادگار عکسی از شما و جناب باقر خان بردارم. به خاطر همینم اومدم تبریز. ارامنه خدمت کردن به مشروطیت. امیدوارم که شما هم با غیرت و غرور خدمت کنید به این ملت. مطمئنی که بردنش کنسولگری؟ بله، خودم رفتم دنبالشون. ابراهیم. بله عمو جان. از مهمانان پذیرایی کنید. خوشگلدین اوغلوم. سلامت اللهسان. مسئله پذیرایی رو براتون فراهم میکنن. فعلا استراحت کنید. سهراب خوشحالم که اینجایی. میدونستم بی طاقت میشی و میای. چه خبر تازه؟ خبر تازه که خبرهای خوبی نیست. دیروز دوتا از بچه ها تمام کردن، امروز هم یکی دیگه تلف شد. این تو هم؟ آره.